سرخط خبرها، اخطار مسکو به پراگ درباره تحویل تسلیحات به اوکراین و هشدار روسیه درباره خطر درگیری ناخواسته با ناتو در قطب شمال. مشروع اخبار، اخطار مسکو به پراگ درباره تحویل تسلیحات به اوکراین. مسکو همزمان با ادامه جنگ اوکراین و ارسال تسلیحات جمهوری چک به اوکراین به پراگ هشدار داده است که نباید بدون موافقت روسیه تسلیحات ساخت اتحاد شوروی را به اوکراین تحویل دهد. به گزارش روز یک شنبه اینا از تارنمای اکسپرتس، یان لیپافسکی وزیر امور خارجه چک گفته است که مسکو در نامه سیاسی به این کشور عضو ناتو در شرق اروپا درباره عرضه تسلیحات ساخت اتحاد شوروی بدون رضایت روسیه به کشورهای دیگر هشدار داده است. لیپافسکی با بی‌معنی خواندن درخواست روسیه افسود که وزارتخانه‌اش به این درخواست واکنش نشان نخواهد داد، زیرا هیچ ماده درباره ممنوعیت صدور مجدد تسلیحات خریداری شده از اتحاد شوروی سابق در قراردادهای دو جانبه وجود ندارد. روسیه چند روز پیش به صورت رسمی به ایالات متحده و دیگر کشورها هشدار داده بود که حمایت از کیف با عرضه کمک نظامی موجب طولانی‌تر شدن درگیری‌ها در اوکراین و حتی پیامدهای غیرقابل پیش بینی خواهد شد. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه روز جمعه گفته بود که مسکو هشدارنامه‌های یکسانی علیه ارسال تسلیحات به اوکراین برای همه کشورها فرستاده که شاید منظورش کشورهای عضو پیمان سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو بود است. هشدار روسیه درباره خطر درگیری ناخواسته با ناتو در قطب شمال. رئیس کمیته ارشد شورای قطب شمال روسیه گفت که افزایش فعالیت اخیر ناتو در قطب شمال و برگزاری مانورهای نظامی در شمال نروژ مایه نگرانی است و کمکی به تامین امنیت در این منطقه نمی‌کند. به گزارش سرویس بین‌الملل خبرگزاری فارس، نیکولای کورچونوف، سفیر سیار در وزارت امور خارجه روسیه به خبرگزاری تاس گفت که مسکو نگران دخالت کشورهای غیر قطبی ناتو در فعالیت‌های نظامی این ائتلاف در مناطق شمالی است و خطر درگیری‌های ناخواسته با نیروهای ناتو در قطب شمال را متذکر می‌شود. این دیپلمات روس که همچنین رئیس کمیته مقامات ارشد شورای قطب شمال روسیه است، اظهار داشت بین‌المللی کردن فعالیت‌های نظامی ائتلاف ناتو در عرض‌های جغرافیایی بالا که کشورهای غیر قطبی ناتو در آن مشارکت دارند نمی‌تواند نگرانی ایجاد کند. این امر خطر حوادث غیرعمدی را افزایش می‌دهد که علاوه بر خطرات امنیتی می‌تواند آسیب جدی به اکوسیستم شکننده قطب شمال نیز وارد کند. کورچانوف با بیان اینکه مانورهای نظامی ناتو در شمال نروژ به امنیت در قطب شمال کمکی نمی‌کند افزود فعالیت افزایش یافته اخیر ناتو در قطب شمال مایه نگرانی است. اخیراً رزمایش نظامی گسترده دیگر این ائتلاف در شمال نروژ برگزار شد که به نظر ما کمکی به تامین امنیت در منطقه نمی کند. رزمایش بزرگ بین‌المللی واکنش سرد در نروژ از 14 مارس آغاز شد و دو هفته به طول انجامید. وزارت خارجه این کشور گفت که این مانورها بزرگترین مانورهای تحت هدایت نروژ از دهه 1980 بوده است. در این رزمایش حدود 30,000 نیرو از 27 کشور از جمله فنلاند و سوئد که کشورهای شریک ناتو هستند شرکت داشتند.